مانند سایر مردم آمریکا، آنها نیز می خواهند صدای آنها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شنیده شود و آنها در انتخابات شرکت می کنند. مرواری زعفر، استاد مردم شناسی در دانشگاه جورج تاون که مناظرات بین کاندیداها را دنبال نموده است، می گوید انتخابات آینده آمریکا را تعیین می کند و انتخابات فقط در مورد دو کاندید نیست، بلکه در مورد دو سیستم است و در نهایت خواست آمریکایی ها را منعکس می سازد. می بینم که برخی از امریکایی های افغان تبار بین انتخاب ترامپ و بایدن منقسم شدند و بیشتر از آن برای برخی مردم به نظر آنچه اهمیت دارد نظریه تلاش ها برای مهاجرین است و بسوی آن رئیس جمهوری که بیشتر با مهاجرین و حقوق مهاجرین احساس همدردی می کند می روند. در میان امریکایی های افغان تبار آنها نمی خواهند امریکا کاملا از دخیل ماندن در امور افغانستان خود را کنار بکشند، به خاطر که مطمئن هستم که همه از خشونت های اخیر آگاهند و نشان می دهد که تا رسیدن به صلح در کشور کار زیادی باقی مانده است. بکتاش احدی، یکی از افغانهای آگاه از مسائل سیاسی و اجتماعی در ایالت ویرجینیا، بیشتر نگران خروج نیروهای آمریکایی و ترک افغانستان است. او افغانهای آمریکایی را تشویق نمود تا با استفاده از حق رأی خود برای آنچه برایشان اهمیت دارد رأی بدهند. انتخابات صدای مسلمانان آمریکایی و آمریکایی افغان تبار را که چه معنی دارد منعکس می‌سازد. شما باید با خانواده خود رأی بدهید. برای یک تبعه آمریکا مهم است که رأی بدهد. اگر ما رأی ندهیم کسی ما را حساب نمی‌کند. هویت ما شمرده نمی‌شود. تمام افغان‌ها در جهان به شمول داخل افغانستان طرفدار خروج آهسته نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند تا حکومت از هم نپاشد و آنجا را به کلی ترک نکنند. چون اگر این گونه شود، این برای قربانی‌های افغان، آمریکایی و متحدین ناتو بی احترامی خواهد شد و تمام دستاوردها در عرصه دموکراسی، حقوق زنان و اقلیت‌ها به صفر تقلیل خواهد یافت. و همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری بسیار برای افغان‌ها در آمریکا و در افغانستان مهم است. مذاکرات صلح افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور در ذهن آمریکایی‌های افغان تبار است. فریده صافی که مذاکرات صلح را دنبال می‌کند، از زنان افغان در آمریکا خواست تا در انتخابات رأی بدهند. سیاست خارجی و موقف ایالات متحده در جهان با ما و فرزندان ما مهم است. رای دادن برای ما فرصت است که بالای پالیسی دولت نفوذ داشته باشیم. رای دادن حق ماست. در غرب آمریکا، در ایالت کالیفرنیا، جایی که رقم افغان‌ها بیشتر است، غزاله آدینا که در شهر سان فرانسیسکو به عنوان مهندس کار می‌کند، میگوید برایش انتخابات مهم است. به عنوان آمریکایی افغان تبار که در افغانستان زاده شدم و اینجا بزرگ شدم، انتخابات مانند سایر دوره‌های قبلی بر زندگی روزمره ما به عنوان مهاجر و غیر سفید پوست تاثیر دارد. آنچه من از انتخابات انتظار دارم، شمار بیشتر رای دهندگان از جامعه ما است. اما در شرق آمریکا، در ناحیه فیرفاکس ایالت ویرجینیا، برای این باشنده افغان رای دادن در انتخابات یعنی مسئولیت برای فرزندانش در مکتب است و باقی ماندن این اداره یا اداره جدید برایش اهمیت ندارد. برای ما در قدم اول، من از یک طبیع افغان امریکن، برای ما بیمه صحی مهم است، دیگه اهمیت مهم است، به خاطر اولادایم که مکتب میره اهمیت درست داشته باشند. دیگه کسی که چی میکنند ووت میتن یعنی انتخابات اشتراک میکنند رای میتن برای رئیس جمهور برای کسی رای بتن که چیزها را کرد چیزها را مد نظر بگیره. در مجموع افغانها بحث ها و مکالمات خود را در رسانه اجتماعی روی انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده ادامه میدهند و امیدوارند که هر نامزدی که برنده میشود افغانستان را رها نکرده و حمایت ایالات متحده از آن کشور ادامه یابد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.